ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. بینندگان محترم چینل جاگور استار سلام، امیدوار هستم هر جایی که هستین تنتون سالم، وقتتان خوش باشن. دوستای عزیز، قسمی که متوجه هستین ما امروز در قریه بابقل، در منطقه بابقل که در جنوب بازار غجور، شاید گفته بتونم که 1 کیلومتر از بازار غجور فاصله داره، قرار دارین. در این قریه چند روز قبل شنیدیم که پروژه برقی که از طرف میثاق شهروندی قرار بود که جور شود، جور شده، تکمیل شده، افتتاح شده. ما میخوایم امروز یک گزارش خدمت شما از این پروژه داشته باشیم. امیدوار هستم که تا آخر با ما همراه باشید. ما از ادب احترام دارم خدمت شما، ممنون از اینکه وقت گذاشتین برای صحبت. باشیدم اینجا قرار میدیم. این نصف قسمی که متوجه شدیم چند روز قبل پروژه برق میثاق شهروندی در قریه شما تکمیل شد و افتتاح هم شد. بله. میخوام جزئیات کلی را از شما پرسان کنیم که چطور هست کار از این پروژه موفق بوده؟ البته خو از کارکرد از این خو یک روز دو روز بیشتر نمیگذره. بله. خب میخوام همون روند کلی را شما پرسان کنیم. با سلام خدمت شما و بینندگان محترم شما. لطفاً این پروژه از طرف برنامه ملی میثاق شهروندی تقریبا سال 97 دینا آمدن اینجا همین شروع ما راجستر شد. بودجه مجموعی از این پروژه 11,20,000 افغانی با سهم مردم است که 1,08,000 از طرف دولت است، 1,12,000 از طرف مردم. پروژه برق ما چیز از این کار از این پارسال بهار شروع شده که پایه های پایشانی شد، جای پایه کنده شد، پایشانی شد و سیمکشی شد. و خزان پارسال قرار بود که ما بریم پشتی تاوه و بیتری و گباشی که قرار بود پارسال تک میشنه، ولی از طرف خود دفتر پیومیو یا همه دفتر میثاق شهروندی اونا هم استانداردهایی که اینا در شرکت ها باید بررسی میداد اونا تکمیل نشده بود، بازی به تعویق افتاد تا این بهار. بهار ما رفتیم دو دفعه به خاطر یعنی چیز آفرگوشایی ازی بازم شرکت ها مشکل داشت، جنس هایش آماده نبود، از خاطر باز من بود. یک ماه میشه که ما پشتی کارا زیاد جدی گشتیم و خدا رو شکر موفقانه پروژه رو آوردیم، تمام چیزش آماده و وارد بهره برداری قرار گرفتش که در اینجا جا داره که از مردم بسیار مردم بابقل بسیار صمیمانه تشکر کنیم که در این پروژه شورا و انجینرها رو بسیار همکاری کردن، خیلی خیلی همکاری کردن، بسیار تشکر از اینا. این پروژه در مجموع 14 تاوه یا 14 پنل به چیزه همین صفحه 12 عدد بیتریه که سولارا هر قدم چی 160 وارده، بیتری هر قدم چی 220 امپیره و یک عدد انورتره که انورترش هم 4.5 کلو وارده که اینا رو ما از طریق همین شرکت قرارداتی که ما باش قرارداد کرده بودیم اینا آوردن اینجا اینستال کردن و آماده کردن که تقریبا یک هفته میشه که اینستال شده، آماده. ولی از طرف از تکنسیان و معمار برق از اونا توصیه شده بود که یک هفته اینا باشه تا بیتری خوب شارژ شونه. بعد از یک هفته این شما چیز کنید، برق در سیستم ایلا کنید که مردم استفاده کنید. از شب عید یعنی دیشب تا حال را ما از این برق استفاده کردیم و شب عید یک شب بسیار خوب و پرمیمنه بر مردم. از این خاطر مردم جمع شدن اینجا این افتتاح کردیم، افتتاح اولیه، البته افتتاح رسمی از طرف دولت نشده، افتتاح اولیه که مردم حداقل تا افتتاح رسمی شه مردم از برق استفاده کنن، روشنایی داشته باشه انشالله. آره. آیا بیست دقیق چند خانوار چقدر مشترک در کل پروژه در کل تامین میکنه برق شونده؟ این 26 خانوار برق میده. کمی 26 خانه دمی دمی اطراف خودی آره قریه بابقل. این بیرون از بابقل کس برق نمیده. درسته. یعنی 26 خانوار مکمل در داخل قریه بابقل که به جاهای مختلف یعنی در قریه جات مختلف، حالا بعضیاش دور بعضیاش نزدیک برق میسته. حد اکثر فاصله دور از 1 کیلومتر که در اونجا. درسته. 1 کیلومتر دیگه دی طرف. دیگه اکثر خانه نزدیکتر ده این پروژه. بله. خب یک قسمی که گفتین یک دوشه همش از برق استفاده. آره. چطور دم یک دوشه خوب بوده، برق کمبود نشده؟ والا سیستم بسیار سیستم معیاریه، یک استاندارد بخی استاندارد خود وزارت احیا و انشاء دهاده پونا با شرکت هایی که قرارداد مونه حتما یک معیار پیشنا هست که باید معیار رو پر کنه و این پروژه هم با معیار های بین المللی ساخته شده. بله. از این خاطر
دمی دو شب و سه شب که استفاده کردیم ما برقش خیلی پر زوره. یعنی سابق برق ماشین که ما داشتیم خیلی ضعیف بود. یک روشنایی بسیار کم داشتن. ولی دمی برق سولار ما بسیار برق پر قدرت و بسیار پر انرژی. خود انورتر از یک هست 4.5 کیلوواره. خب قرار است از این برق خانواده ها در چی استفاده کنند؟ لامپ استفاده کنند؟ تلویزیون استفاده کنند؟ چیزهای دیگه هم جواز است که باید استفاده کنند؟ این برق ظاهرا از طرف خود دفتر میثاق شهروندی که بر ما گفته اونا این فقط به خاطر روشناییه. روشنایی در هر خانواده 100 وات حق داره که استفاده کنند عین زمان. یعنی 100 وات تو متصل میتونی استفاده کنی. بیشتر از او اینا اجازه ندادن. اونا به خاطر کنترل از اینکه مثلا بیشتر از 100 وات در خانه استفاده نکنه و به خاطر دوام از عمر بطری ها و نمی سولار ها درسته چون اگر بر مصرف بیشتر شونه ممکن عمر زی کمتر شونه و ما خاطر یک فیوز نیم امپیر که در خانواده سخت میشه بعد از میتر شه و نمو هر خانواده ای که 100 وات بیشتر استفاده کنه اوتومات قطع میشه برخش باز اون باید که خانواده مکلفه که مثلا مصرف کم کنه از 100 وات کمتر شونه که برق پس برق بس شد. بله. قسمی که ما متوجه شدیم اطلاعات گرفتیم میثاق شهروندی پروژه های مختلف در سطح جاغوری روی دست داره که تطبیق شدن و بعضی هاش هم تکمیل شدن و بعضی هاش در آسانه تکمیل شدن. پروژه برق ما نشنیدیم جای افتتاح شده باشه. این فکر کنم اولین پروژه خواب باشه در سطح جاغوری که در منطقه شما در قریه شما افتتاح شده. به نظر شما خب گفتم چون افتتاح نشده آدم ندیده تجربه نشده چقدر موفق میتونه باشه؟ ای خوشبختانه ما بسیار خرسندیم که اولین برق سولاری در سطح ولایت غزنیه. در سطح ولایت غزنی و در ولسوالی جاغوری اولین پروژه برق سولاری مینگریده که در قریه باباکل ما تکمیل کردیم. بسیار خرسندیم که یک موفقیت کلان بر شورای باباکل و این موفقیت زیرا این بیشتر در مجموع انرژی قابل تجدید موفقیتش به نگه داشت زیرا در صورتی که بیتری ها رو ما بتونیم صحیح نگهداری کنیم از سولار ها محافظت کنیم بیتری ها کسی یک عمر مفید داره مثلا در هر بیتری باید تا 80,000 بار خالی و پر شونه وقتی که ما اگر بیتری را از 80% کمتر استفاده کنیم عمر زی پایین تر مره اگر 50% استفاده کنیم عمرش پایین تر مره اگر 30% استفاده کنیم عمرش بازم پایین تر مره در صورتی که ما از 80% پایین تر استفاده نکنیم عمر بیتری حداقل 14 ساله و ما تلاش بیدونیم که حداقل عمر مفیده بیتری را از استفاده کنیم نظر بیدیم و انشالله که یک پروژه بسیار موفقه بخاطر از اینکه انجی ما یک آدم خیر و آدم قابل اعتماده به عنوان مسئول از این پروژه گرفتیم که اما برق سهل کنه که چی وقت چقدر کم شده چقدر مانده که مثلا ظرفیت داره که بیشتر برق بده آقل یا نداره در صورتی که مثلا ظرفیت بیتی کم میشه اوتومات باید برق قطع کنه بسیار بسیار هره. موفق باشین سلامت باشین قسمی که گفتین اولین پروژه که در منطقه جاغوری حتی در سطح غزنی افتتاح شده خب رمزی موفقیت شما در چی بوده که تانستین پروژه را به نوع احسن تکمیل کنین و در بهره برداری برسین رمز موفقیت از این پروژه در اتحاد و همبستگی اعضای شورا و اتحاد و همبستگی در بین قریه زمانی که یک 4 نفر اعضای شورا نه اینا که در بین خود اختلاف داشته باشه خب قطعا اعضا از هر فامیل نه باز فامیل ها در بین اختلاف داره وقتی اعضا در بین خود اتحاد داشته شه کل قریه به این اتحاد داره رمز موفقیت پروژه ما یا می پیشرفت ما دهی بوده که ما با مردم همکاری بسیار صمیمانه داشتیم و مردم همچنان با ما همکاری بسیار صمیمانه داره در جایی که مشکل از ما بوده مردم به ما گوشزد داده که برادر اینجا مشکل داره حل مشکل رو حل کن در جایی که مشکل از مردم بوده با مردم توصیه کردیم برادر اینجا مشکله یعنی مشکل حل کن یعنی همکاری مردم اگر نمو بود ما این پروژه را فکر نمی کنیم ما از قریه خیلی قریه های دیگه یک کدوم برتری نداریم مثلا قریه های اطراف ما هنوز هیچ آثاری از نه از برق نه از سیم نه از پایه ولی از ما فضل خدا هنوز امروزه به بهره برداری سفر داشته و ما از این استفاده بسیار عالی خب این نرسه بهتر خود باشه که از نزدیک هم همو نوعیت کار کرد از این نوعیت تولید برق شده اگه هیچ رقم با هم جوین شده چه رقم در کل سیستم چه رقم کار مونه هره. همراه بیننده هم نشان میدین در کل متر نزدیک چطور است انشالله خب انشالله که تا آخر ویدیو با ما همراه باشید خب اینجا نرسه به همین طریقه جوین از چه رقم هست این چه رقم سر بیتیار هست در برق از این اینجا که ما قسمی که میگرنیم یک کیبل خو از این قسمت شاید مثبتش باشه احتمال کل از اینا که هست در هر
ردیف درسته مثبت ها یک شده منفی ها جدا شده این مثلا اگر این مثبت باشه حتما قطعا از اون طرف منفیه یا اگر این منفی باشه مثبت این در مجموع یک صفحه جور شده یک سوال یک دیگه جوی نستو یک دیگه جوی نستو پس رفتار ردیف دوم باز پس این دوی جسم باز زین شده یعنی در مجموع این 14 صفحه یک صفحه جور یک صفحه جور یک صفحه جور شده که باز این انتقال بده رفتار داخل خب که حتما نمون یک لین از این شاید رفته باشه روی بیتیا باز یک لین مثبت از تمام از دیگه تشده اینجا میبینیم یک لین مثبت از دیگه تشده یک لین منفی از سمت او طرفش دیگه تشده باز یک لین به انتقال شده ده انورتر شده باز سیستم انورتر از این طوری ها که باز میبینیم در داخل انورتر از این سیستم آنلاین کاره آنلاین به این مفهوم که به این زمانی که برق سولر میگره میده بیتری آره باز پس از بیتری میگره میده در سیستم همزمان دو کار همزمان دو کاره ای یعنی هم کنترل مونه برق سولر و هم تولید برق ای سی از این در سیستم میده که خروجی به حساب میده که خانه ها پس آره برق ورودیش که از برق ای سی دی سی ها برق خروجیش برق ای سی میشه یوسف ای معمای از ای چیه ای برای چیه ای که است سیستم گراوند بگیم یا سلایانش آرت میگه در صورتی که اگر کدام شارتی در یک جایی میشه ای دفع مونه یا مثلا کدام وقت رد برق در مال رد برق اینجا بزنه ای مطمئنات کنسانه درست باز در قسمت از یک صفحه میسیه تقریبا هشتاد در هشتاد در پایین چی شده بود؟ زیر زمین زیر خاک شده در باز زیر زون نمک و قیر ما انداختیم باز در پشت صفحه نمک قیر انداختیم این صفحه این قسمت همیشه باید که نمک باشن تا که برقی اما شورتی هایی که اتفاق مفصل اینجا خونسا شده خب از خانم کاملا کاش استاندارد و دقیقه خب بریم از داخل هم یک دیدن یک مشکل داره که زیر سنگ بودی مکمل زیر خواه میرفته بیر ما قرار که مکمل زیر خواه کنیم یک همشه جور برزید که همشه این هم هر روز باید یک کشکه و سرزی هم خب دوستان عزیز ما فعلا در داخل اتاق محافظ تقریبا ما قرار دارم که اینجا بیتی ها حساب جابجا شده و برای محافظت از این بیتی ها هم اتاق درست شده این درسته خب این در کل قسمی که میگردیم 12 بیتی درست نه؟ خب این 12 بیتی ها که روی هم گذاشته شده و خب چوکال هم جور کردیم دیگه ای گفته میتونیم که بیتیا تا چی اندازه مطمئن نه بیتیا چی اطلا با کیفیت بالا هست بیتیا با کیفیت با سیستم جیل نوشته یا جیل بیتی کمپنی سینکو ظرفیت تولید شم تولید وقت شم 220 درسته امپیره درسته و این سیستم با سیستم 48 بسته شده در مجموع در جاغوری هنوز سیستم 48 اولین بار بسته شده یعنی کلی سیستم هایی در خانه ها یا در خانجان استفاده میشه یعنی از بازار اینا سیستم 24 بسته بله ولی سیستم 48 بسته شده 48 یک 12 یا 24 و 48 بسته شده سیستم 48 بسته شده باز دوام از این بیترال اینا 5 سال از طرف خود کمپانی که قراردادی چیز داره؟ گرانتی داره؟ گرانتی داره که به حساب زمانت کاری داره زمانت کاری ولی طبق معیارهای جهانی هر بیتری یک عمر مفیده داره عمر مفیده مثلا تعدادی که بیتری خالی میشه و پر میشه هر قدر که بیتری کم بیشتر استفاده شنه عمرش کمتر میشه مثلا تو اگه بیتری 80% استفاده نی عمر زی خیلی زیاده مثلا این ممکنه که 80,000 دفعه پر خالی شنه ولی تو اگر 50% استفاده نی ممکنه که 5,000 دفعه پر خالی شنه اگر بیتری 3 دفعه صفر کده دیگه عمر مفیده خرا بیتری از دست میده یعنی بیتری تلاش کنیم در مجموع که از 800 پوینتر استفاده نکنی چی ای بیتری باشه چی بیتری خانه موتور حالا فرق نداره هر بیتری یک باشه همین قانونو قانون اینجا می 800 بعد این دستگاه اینورتر درسته این دستگاه اینورتر از کمپانی سونان امر نشان بده فرض کمپانی سونان انمی اینورتر 4 نیم کیلووات ظرفیت تولید زیه وازی یک خوبی داره که سیستم آنلاین کار نه یعنی عین زمان که برق از سولر میگیره برق سیستم سولر که اومده در این قسمت در خود از این چیز انورتر وصل شده باز پس آمده سر بیتری از این انورتر پس کنترل مونه برقه زمانی که مثلا بیتری ها پر میشه باز این اوتومات برق سفر قطع مونه باز پس از بیتری برق میگیره و برق ایسی را به قریه یادم مونه اینا توضیح مونه آره. باز این کارای از این دستور این پنل بورد داخل از این که است فیوزای مصرفیه از این قسمت مثلا لینکشی از این را خود انجینر کده
یعنی فیوز کسا برق سیستم اعلام نه؟ درست درست مثلا این فیوز اگه بالا بزنیم در کل قریه برق هست این فیوز مصرف داخلی از اتاق درست, درست مثلا لامپ استفاده میشه در اتاق محافظه مثلا موبایل شارژ نه تلویزیون استفاده نه این فیوز بر از او یک مثلا کدام وقت اگه شارتی میشه یا چیز میشه این فیوز کنترل کنه این فیوز دیگه کل سیستم برق قریه از اونج کنترل میشه هر شارتی که شونم این فیوز کنترل میکنه و برق هم امید قریه اعلان درسته خب این بالا چیز کیبل که از بیرون هم دادیش دیده نمیشه در کجا رفته این کیبل که از بیرون هم ده اینجا آها کیبل دوستا کیبل از تاوه درست هست ده اینجا پنل اینجا هم ده یک داره یک فیوز فیوزی دی سی ای دی سی میشه آره فیوزی برق مرده در صورتی که کدام وقت در اونجا در چیز کدام خرابی پیش میاد در انورتر یا مثلا کدام وقتی که هست که برق از ضعیف میشه بازو صدا میده اختاری میده بازو میتونیم که از اینجا برق سفر قطع کنیم درست یک کنترلر تا آره یک کنترلر که وقت برق صفه قش نه سر انورتر دیگه برق نمیه درست بسیار یزیسم داخل رفته اینجی هم سر هم داده انورتر باز پاس از انورتر هم سر بیتری ها امیل اینا که ده بیتری برق میده باز پاس برق میره ده او از یک قسمت باز برق رفته ده سیستم باز شده بسیار اینجا قسمت سراخه درست آره. قسمت تهیه پایه ها در هر خانواده دو عدد پایه ما جمله فیصدی گرفتیم که هر پایه 1000 افغانی قیمت چی بوده؟ ما خانواده یک پایه دیده که طول 6 متر همی ارزش یا نمولوکیش هم از 65-70 سانتی کم نباشه در هر خانواده دو پایه جمع کردیم و هر پایه را 1 متر در 1 متر ایجا کندنکاری شده باز که یک قسمت از این پایین پایه داخل خاک میشه 1 متر تا 1.50 سانتی را قیرگونی شده بسیار با کار اصولی باز داخل خاک شده باز اونجا هم زیر خاک ازی با سیمان دو سنگ و سیمان پر شده محکم شده آره. یعنی از مقاومت بسیار بالای برخورداره یا داخل قیر ازی از در برابر آب و نمی را محافظت نه باز اون سنگ کانکریت در محافظت ازی که شور نخرجه که خب بسیار محکم و استوار نگه داشته از لحاظ ایمنی هم انجلش بنظر خیلی خیلی خوب خواهد باشه چون خود چوب معمولا برق تولید نمیکنه خدای نخواسته اگر رد برق شارتی مارتی اتفاق بیفته خب معمولا چوب است کدام مشکلی ایجاد نمیکنه بعد این قسمت هم در تصویر فخرالدین بگرد اینجا میگیریم که سه لاین سه به حساب تقسیمات شده یک اون طرف رفته یکم این طرف یکم اون طرف یعنی این دمو عاقلایی که قرار داره اینجا در پایه ها بود قرار بود که باید کشیده آره. از اینجا تقسیم آره. این قسمت این پایه مرکزه یعنی پایه که در همه جای اینجا می پاید وقت توزیع میشه یک لاین دی طرف رفته که در معلوم میشه باز یک لاین طرف بازار رفته تا پشت بازار را یک لاین طرف این طرف طرف خال رفته یعنی اینجا کلش توزیع شده دارای سه لاین رو میبینیم در تصویر با سیستم چیز جای نزی هم ما اینجا با سیمای دوال 16 ملی و 25 ملی که استفاده شده با سیستمی رو جاین کردیم باز از این مالید انورتر ما تک فازه یعنی همه سیستم در یک فاز وصله یعنی اگر از اینجا برق لکنیم کل قریه یک دفعه برق داره مثلا نمیشه که مثلا این طرف برق داشته این طرف نداشته شه یا این طرف داشته شه باز این طرف نداشته شه یعنی همه جا یعنی اینجا برق وصله آره این که جناب قسمی که یادآور شدین که فیصدی مردم درست هست خب دولت یا میثاق شهروندی طوری به حساب برنامه‌ریزی کرده که بودجه را که برای یک شورا اختصاص میده باز 10% تامین از این بودجه را سر خود مردم گذاشته درسته این جریانش چه رقمه جریان از ما قیمت مجموعه از پروژه که بود پروژه سولار برق سولار 10,08,000 که فیصدی از میشه 1,12,000 افغانی باز 1,12,000 افغانی ما تقریبا 50,000 افغانی پایه به حساب پایه جمع کردیم که در هر خانواده دو پایه که قیمتاش 1000 بوده و بقیهش هم در کسایی که کار بوده کارگر بوده اونا هم در جای فیصدی کار کرده اونایی که کارمند کارگر نداشته بوده اونا نختن فیصدی پرداخت تا یک نفر دیگه جایزه کار کنه این فیصدی زی بسیار به موقع مردم رسنده هیچ گونه مشکلی در جمهوری فیصدی ما نداشت. مناسب این واقعا یک جای خرسندی که پروژهشون تکمیل شده و به بهره برداری رسیده و مردم عملا از این پروژه مستفید شده و استفاده مونه. به نظر شما چی تاثیر برای زندگی مردم برای معیشت مردم برای از یک سهولت برای مردم ایجاد کرده؟ این یک تغییر بسیار بنیادی در قریه در سطح جامعه
که دولت با همکاری همیشگی خواه آمده در قریه ما برق آورده. سابق ما از برق اگر اکثر خانه ها برق نداشت، اگر داشتن برق ماشینی بسیار ضعیف که هم از لحاظ اقتصادی پر مصرف بود، چون اونا انرژی غیر قابل تجدید یعنی از نفت استفاده میشه یا تل که از اینی ازو بسیار زیاد از سر مردم، و ای از لحاظ محیط زیستی هم یک انرژی قابل تجدید یک چیزی خوبیه که مثلا محیط زیست آلوده نمونه، یعنی نه دودی نه آشغالیه. و در قسمت زندگی مردم واقعا تغییر بسیار بنیادیه، مثلا در هر خانواده ای که برق باشه همیشه برق باشه و خانواده و طفلایش میتونه از تلویزیون چیزای یاد بگیره، کامپیوتر استفاده کنه، مثلا برنامه های خوبی را یاد بگیره، برنامه های دینی و مذهبی و درسی را از تلویزیون و از طریق اینترنت و کامپیوتر اینا استفاده کنه، ان شاء الله که شاید یک تغییر بزرگ در جامعه باشه. 100% بله 100%. خب جا داره که از شخص شما، از دوستایی که در این راستا تلاش کردن، زحمت کشیدن و پروژه را به حساب کارش دنبال کردن و تا این مرحله رسیدن و فعلا مردم از این عملا مستفید شده و استفاده مونه، جهان سپاس و قدردانی و تشکر دارم. و در قسمت اخیر اگر اجازه باشه من یک تشکر ویژه از رئیس شورای انکشافی قریه باب قول آقای سید عبدالکریم موسوی که سمت ریاست پروژه شورا را داره و تلاش خستگی ناپذیر و همت بلند ایشان اگر نمی بود قطعا ما این پروژه مثل قریه های دیگه هنوز هیچ خبری از این نبود. مادر هم اون و از اعضای شورا خانم فوزیه نجفی زاده که معاون شورای و خانم مرضیه طاهری که منشی شورای تشکر کنیم که اینا همیشه زحمت کشیدن و دست به دست هم دیگه با تمام اعضای قریه این پروژه را، این پروژه و دو پروژه چهار ما بتونیم به بهره برداری بسپاریم و ازش استفاده کنیم ان شاء الله. ما واقعا امروز خرسند هستیم که شاهد یک پروژه عامل منفعه، یک پروژه حیاتی تقریبا میشه گفت، شاهد بهره برداری از این، البته بهره برداریش چند روز قبل شده بود، شاهد از این هستیم که مردم از این مستفید میشه و استفاده میکنه. جهان سپاس از شما انجینر صاحب، تشکر از اینکه وقت گذاشتین و این مصاحبه رو با ما تکمیل کردین. ممنون از شما. شما بینندگان محترم و عزیز را هم به خداوند بزرگ یک تو امانت میکنم. ممنون از اینکه تا این دم ما رو دنبال کردین. شما رو به خداوند بزرگ یک تو امانت میکنم. خداوند یار و مددگار شما. خدا حافظ.